درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید مرندی مشاور ارشد در مذاکرات احیای برجام میگه بیاین فرض کنیم که آمریکا به ایران حمله کنه ایالات متحده در سراسر خلیج فارس پایگاه داره ایران به آن پایگاه ها حمله و کشورهایی رو که میزبان این پایگاه ها هستند مجازات خواهد کرد چه اتفاقی خواهد افتاد قیمت نفت و گاز بالا میره و علاوه بر این دریای سرخ دیگه برای نفت و گاز ایمن نخواهد بود اگر تشدید تنش در منطقه ما ایجاد شود اقتصادهای غربی سقوط میکنند و دارایی های ایالات متحده در سراسر عراق، سوریه و لبنان در هم شکسته خواهد شد و مرندی طوری حرف میزنه مثل اینکه الان بهشته حالا اینا میخوان برن پایگاه های نفت خودشونو بزنن تا قیمت نفت و گاز بره بالا اینطوری تهدید داره میکنه مثل استراتژی محسن رضایی که برای جبران کمبود بودجه میرفتن توریست ها رو دستگیر میکردن به اسم جاسوس و برای آزاد کردنشون درخواست پول میکردن و در همین رابطه گزارش های جدیدی رو داریم میبینیم که رژیم میتونه در عرض یک هفته اورانیوم سطح نظامی به مقدار کافی برای ساخت بمب اتم غنی کنه به یاد بیارید که آمریکا و برنامه اتمی ایران و اسرائیل و آرژانتین برای تامین اورانیوم و سفر شاه در 1965 روابط استراتژیک با مصر در مقابل اسرائیل در 1975 انقلاب اسلامی و صلح مصر با اسرائیل در 1979 و جنگ نخست لبنان رو که رژیم خواهان تکنولوژی آب سنگین برای تامین پلوتونیوم بمب اتم از آرژانتین بود در 1982 حملات تروریستی حزب الله علیه پایگاه‌های آمریکایی در 1983 موفقیت علی اکبر صالحی در دوران رکود تجارت اتمی آرژانتین و ورود دانشمندان به ایران در 1987 حمله حزب الله به سفارت اسرائیل در آرژانتین و آغاز باجخواهی رژیم در 1992 و عمومی شدن صلح اردن و اسرائیل و تشدید اهمیت لبنان برای فشار بر اسرائیل در 1994 تشدید فشار رژیم بر آرژانتین برای تامین کیک زرد رژیم با بمبگذاری حزب الله و رژیم در بوینس آیرس موسوم به بمبگذاری آمیا در 1994 انتشار کتاب مبارزه علیه تروریسم و روی صحنه آمدن بیبی بی, بی برای توقف برنامه بمب اتمی رژیم در 1995 حرکت رژیم به سوی سلاح اتمی در پوشش روی کار آمدن خاتمی در 1997 ممانعت بیبی بی از جنگ گسترده آمریکا علیه ایران در 2001 وقوع نبرد سوم لبنان موسوم به نبرد 33 و روزه و مطرح شدن بلندی های جولان در 2006 امضای برجام آغاز غنیسازی با تزریق گاز در 2015 رژیم در آستانه دستیابی به سلاح اتمی و نبرد نهایی حزب الله و تامین امنیت اسرائیل از بلندی های جولان در 2024 در هر تحلیل سیاسی برای سالهای آینده ایران نمیشه یک تاریخ بسیار مهم رو نادیده گرفت دوستان و اونم 18 اکتبر 2025 که مقارن با دهمین ده سالگرد پذیرش برجامه در این روز هم محدودیت های رسمی ایران شروع به کاهش یافتن میکنه و هم قدنامه های شورای امنیت به طور برگشت ناپذیری لغو میشه البته یک راه برای نرسیدن به این اتفاق وجود داره و آن هم فعالسازی مکانیسم ماشه توسط یکی از کشورهای اروپایی قبل از این تاریخه تقریبا مسلمه که تا قبل از روز انتخابات در نوامبر 2024 بایدن ریسک فعالسازی مکانیسم ماشه رو بر عهده نخواهد گرفت و بعد از آن هم اگر پیروز انتخابات بشه باز هم تردید بسیار جدی وجود داره که بایدن دست به این کار بزنه به این دلیل واضحه که واکنش جمهوری اسلامی نسبت به این اتفاق بسیار تند و احتمالا حداقل یکی از این سه گزینه خواهد بود یعنی خروج از امپیتی و اخراج بازرسان و شروع قنیسازی 90 درصدی و این یعنی جنگ حالا سوال از شما آیا بایدنی که ما دیدیم در دور دوم ریاست جمهوری خودش خطر یک نبرد واقعا گسترده رو میپذیره یا خیر این در حالیه که در صورت پیروزی ترام کفه ترازو بیشتر به سمت خروج دوباره سنگینی میکنه اما او هم کار آسونی نداره اولین مانع زمانه در صورت پیروزی ترام برای فعالسازی مکانیسم ماشه از ابتدای دوره خودش فقط هشت ماه فرصت داره دومین مانه اینه که باید یک کشور اروپایی رو همراه خودش کنه. سومین مانه پیشرفت بزرگ برنامه هسته‌ایه. به این معنی که تا یک سال آینده برای ساخت چند ده بمب اتمی در یک بازه دو تا سه ماه مواد کافی در دسترس خواهد بود و این یعنی ریسک حمله نظامی. در همین رابطه اسناد هسته‌ای تازه منتشر شده سیا بسیار جالبه و اینکه نشان میده اسرائیل و جمهوری اسلامی شیشه عمر انگلیس هستند ترس آمریکا از بمب اتم یا قدرت فضایی و زیردریایی شاید براتون در همین رابطه سوال پیش بیاد که آیا شاه پلوتونیوم داشت باید بدونیم که بله داشت چطور خود آمریکا اولا بهش داده بود و دوما هیچ منع قانونی برای داشتن پلوتونیوم نداشت این کسینجر رو که دارین در تصویر میبینید مثل سگ در این رابطه دروغ گفته میخوایم به گزارش سیا برگردیم یعنی افسانه اتم و واقعیت نفت آمریکا گفت دیگه نیازی به توافق اتمی با جمهوری اسلامی نیست و ناو آمریکایی در اوج جنگ اسرائیل خلیج فارس رو ترک کرد چرا؟ چون اوقاب اوپیک به افسانه ها میمونه گرچه کابوس ملکه انگلیس بود روسیه و انگلیس و آمریکا هرگز گمان نمیکردند که سایه او رو بر خرابه های خاورمیانه ببینن حداقل به این زودی حلقه قدرت تو حلقه چاهای نفت افتاده بود این جبر تاریخ و جغرافیا بود و فقط میتونستن دورش بزنن بنابراین برای مقابله با افسانه عقاب اوپک دست به تولید افسانه زدن افسانه اتم سلاحی آخر و زمانی که میگفتن میتونه بزرگترین منبع انرژی و جایگزین نفت و گاز در آینده باشه در 1974 محرمانه کلوپ لندن رو تشکیل دادن. شش کشور بودن و همه جا جار زدن که ما محرمانه کلوپ لندن رو تشکیل دادیم و به زودی نفت و گاز تمام میشه و اتم تبدیل به تنها منبع انرژی میشه و ما دیگه محتاج خاورمیانه نخواهیم بود بلکه به زودی جهان بیش از پیش در برابر ما زانو خواهد زد. و آمریکا فرمول سری سلاح محرمانش به روسیه لو داد تا این گنج مهیب آنچنان هم دست نیافتنی به نظر نیاد قدرتمندان جهان امیدوار شدن و به تکاپو افتادن و بازار طوری گرم شد که تب اتم مثل یک بیماری جهان رو مبتلا کرد آمریکا داشت به سرعت ثروت زیادی از فروش این تکنولوژی به جیب میزد اما افسار این اسب سرکش رو محکم توی دست گرفته بود و با وسواس کنترلش میکرد تا انحصار بازار رو از دست نده این در حالی بود که با انتقال تکنولوژی به چندین کشور دیگه فرمول سری وجود نداشت و آمریکا برای پول درآوردن رفت سراغ راحت ترین راه پول درآوردن یعنی قانون قانون منع و خلع سلاح اتمی و حقوق بشر و غیره کشوری که با آزمایش بمب اتم روی ویتنام سر از تخم درآورده بود و قدرتش رو به رخ دنیا کشیده بود با زیرکی این سلاح مرگبار رو توی زیرزمین رقیباش که اکثرا کشورهای نفتی بودن جاسازی کرد و حالا وقتش بود زنگ بزنه به پلیس انگار انرژی اتمی به دردسرش نمیارزید این همه اطلاف انرژی برای دست پیدا کردن به انرژی اینجا بود که کم کم تب اتم شروع به سرد شدن کرد اما دیر شده بود آمریکا و انگلیس دیگه مجبور نبودن برای نفت دنبال عقاب اوپک موسموس موس کنن فقط کافی بود جیغ جیغ کنن که آی بمب اتم داره شاه ایران دنبال سلاح اتمیه عراق دنبال سلاح اتمیه و هر جایی نفت و گاز و ثروت هست اون کشور دنبال سلاح اتمیه شاهنشاه ریامر اما دستشون خونده بود بنابراین هم نیروگاه اتمی ساخت و هم پای قانون های آمریکا رو امضا کرد و هم در فروردین 1356 در کنفرانس تخت جمشید دانشمندان و سیاستمداران مداران رو کنار هم نشوند و پیام داد که این فقط یک تکنولوژیه کارتر اما سعی کرد با بیانیه ای جو و حاکم رو از تکنولوژی به سمت خطر سلاح اتمی و البته مالکیت آمریکا بر پلوتونیوم ببره در این کنفرانس دانشمندان و برخی سیاستمداران جهان علیه کارتر بیانیه دادند و بعد از این کنفرانس مذاکرات اتمی ده ساله شاه با آمریکا که به تازگی نتیجه داده بود تحت و شاه قرار گرفت و شاه را مجبور کردن پلوتونیومی که به دست آورده بود به تصاوی بین روسیه آمریکا و فرانسه تقسیم کنه پلوتونیوم یک گنج بینهایت خطرناک دوستان اینجا دیگه خیال آمریکا راحت شد شاه ثروتش رو در کشورهاشون سرمایه گذاری کرده بود به چندین کشور وام داده بود پلوتونیوم رو هم بدون دریافت پولش که مبلغ کلانی بود و به آینده نزدیک موکول شده بود تحویل داده بود و فعالیت نیروگاه ها هم متوقف شده بود این در حالی بود که آمریکایی از قبل دم در با پلیس آماده بودند حتی رمان شخمی تخیلی نوشته بودند که شاه قرار با بمب هسته دنیا رو نابود کنه پس با عجله فاز آخر رو با مهره در حکومت و احزاب ایران کلید زدن فقط با یک پرونده حقوق بشری و بمباران رسانه‌ای در سطح جهانی ایران رو ملتهب کردن و شاه رو با دعوت رسمی از ایران بیرون کشیدن و ناگهان دعوتهاشون رو پس گرفتن و بقیه داستان رو که دیگه میدونید و مزخرفی به نام جایگزینی انرژی هستی با نفت و گاز تمام شد جمهوری اسلامی به پشتیبانی این کلوپ کثیف بر ایران حاکم شد حالا وقت چاپیدن بود حقوق بشر تموم شد ایرانی دیگه بشر نبود روسیه نقش دوست رو بازی کرد و دهها ادای ساخت نیروگاه اتمی رو در ایران ما در آورد ملاها تو تونستن به دستور انگلیس و آمریکا و شوروی تروریست بازی در آوردن آمریکا هم پلیس را شروع کرد و همزمان که به عراق و افغانستان حمله میکرد کرد مهره های پیشنهادی جمهوری اسلامی را به آمریکا می تا ادای براندازی جمهوری اسلامی رو در بیارن و به بهانه سلاح اتمی تحریم ها رو تشدید کنن انگلیس هم مثل همیشه بازیگردان اصلی بود انگلیسی که هرگز انرژی اتمی رو مثل بقیه کشورها جدی نگرفت اینطوریه که امپریالیسم آمریکا و انگلیس با حفظ کمونیسم در زمین دیگران قدرت خودش رو حفظ میکنه مردمی فقیر و خسته و خشمگین که پشت مرزهای آمریکا و اروپا تقلا میکنن و نفت و گازی که خیال تمام شدن و از مدرفتن نداره و حاکمان دست ای که یکی یکی در حال پیر شدن و مردن هستند و مردمی در حال بیدار شدن چندی پیش بایدن گفت نیازی به توافق اتمی نیست و ناو آمریکایی در اوج نبرد اسرائیل خلیج فارس رو ترک کرد. آیا با خودش پلوتونیوم از ایران خارج کرده یا نه؟ شما در این رابطه چی فکر می‌کنید؟ تنها چیزی که با اطمینان میتونن بگم، اینه که آمریکا و انگلیس و روسیه دارن هر کاری میکنن تا دوباره پرواز عقاب پهلوی را بر سرزمین ایران نبینند. ایرانی که سلامتی و محیط زیستش رو برای اتم به خطر انداختن و اورانیوم غنی کردن و البته پلوتونیوم و تحریم شد تا نفتش رو مفت به چین بدن جایی که تمام کارخانه هاش مال انگلیس و آمریکاست و یک میلیارد بردر رو در اختیار عبر قدرت ها گذاشته و یک نکته هم اضافه کنم که خواهر بنی صدر یعنی اکرم بنی که که همشهری رئیس سازمان اتمی وقت هم بوده از دانشمندان هسته بوده جالبه نه جالبتر اینجاست که ترامپ گفته 100 درصد به آمریکا حمله تروریستی خواهد شد جان کلام این که ما پادشاهی خواهان تمام پلنهای جمهوری نکبت اسلامی مثل CIA, MI6 و کاگبه و غیره رو باید نقشه براب کنیم. مرحله آخره باید ببینیم که عوامل جمهوری اسلامی میتونن بینمون رو به هم بزنن یا نه. به جای علکی فکر کردن روی هر مسائلی باید کنار هم بمونیم و کار رو یک سره کنیم. به خاطر اینکه قدرت های جهان فکر میکنن مردم ایران ساده دلن اما ما مردم هرگز ساده لح نیستیم مسیر خیانت یافتنیه و افراد و کشورهایی که علیه منافع ملی ایران شدیدترین اقدامات رو کردن شک نباید داشته باشیم که پاداش خیانتشون رو دریافت خواهند کرد بالاخره فصل تصفیه حساب ما هم فرا میرسه بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.